اداره امور بهداشت و درمان شهر شهرنشین احسا در عربستان در ابتکار جدید اعلام کرد. همانند مدارس، مساجد نیز دارای امدادگر خواهند بود. در همین راستا اداره بحران و حوادث طبیعی با عنوان در هر مسجدی یک امدادگر است، این امر را سازماندهی کرده است. هدف از این اقدام آموزش مؤذنان و ائمه مساجد با کمک‌های اولیه و چگونگی برخورد با یک بیمار و آسیب دیده است و باید بدانند اگر در مسجد برای هر کسی اتفاقی افتاد چه کار بکنند و با چه کسانی در ارتباط باشد. همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام، ششمین حسینیه شیعیان در ایالت کانو واقع در شمال کشور نیجریه به همت مردم و برخی شخصیت‌های برجسته محلی ساخته و به بهره برداری رسید تا عزاداران حسینی بتوانند در ماه محرم از فضا و امکانات این مرکز استفاده کنند. ایالت کانو یکی از سه منطقه پرجمعیت کشور نیجریه است که به واسطه حضور مبلغان شیعه یکی از پرتراکم‌ترین مناطق از نظر حضور شیعیان می باشد. شورای روابط آمریکای اسلامی از اقدام برخی مدارس نیویورک در عرضه غذای حلال به دانش آموزان مسلمان استقبال کرد. مسئولان منطقه برنتوود در نیویورک اعلام کردند از ماه سپتامبر سال جاری در تمام مدارس دولتی این منطقه به طور دائمی وعده‌های غذایی حلال را به دانش آموزان ارائه می‌کنند. بخش پروژه‌های مهندسی آستان مقدس عباسی اقدامات نهایی برای افتتاح سرداب امام محمد جواد علیه السلام در ضلع شمالی داخل صحن مطهر حضرت عباس علیه السلام به منظور خدمت رسانی به زائران ایشان در فضایی به وسعت 1000 متر آغاز کرد. ضیاء مجید السائق رئیس این بخش گفت اقدامات پایانی این پروژه حیاتی و مهم که یکی از پروژه‌های خدماتی داخل حرم مطهر به شمار می‌رود شامل آینه‌کاری سقف با شیشه‌های رنگی است. شبکه تلویزیونی تونس یک فیلم مستند درباره شهر مقدس کربلا، تاریخ و میراث، ویژگی‌ها و نمادهای مذهبیشان همچون حرم امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام به نمایش گذاشت. زهر لطیف کارگردان این فیلم رسانه‌ای تونس گفت با هماهنگی با عراق فیلم مستندی از نمادهای مهم انسانی، تاریخی و مذهبی به ویژه در شهر مقدس کربلا و نجف اشرف که برای مسلمانان اهمیت زیادی دارند تولید کردیم. اهمیت این دستاورد رسانه‌ای برای این است که مردم تونس را با کربلا و امام حسین علیه السلام آشنا کند، زیرا جامعه مغرب عربی به طور کلی اطلاعاتی در این خصوص ندارد.